سرخط مهمترین خبرها. تصادف مرگبار دو قطار مسافربری در شرق هند. منابع میگویند تا کنون 261 نفر کشته و دست کم 900 تن دیگر زخمی شدند. حالا تمام تمرکز ما روی عملیات نجات و امداد و درمان آسیب دیدگان است. تحقیقات در این زمینه جدی خواهد بود. تأکید نشست قرغیزستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. شرکت کنندگان ضمن تأکید بر ایجاد حکومت فراگیر خواهان مبارزه جدی با تروریسم شدند. ما لازم می دانیم که اقدامات فوری را برای تقویت مرز با افغانستان انجام دهیم. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان نیز است. و نگرانی ها اشیای بیماری کانگو در کابل و چند ولایت شمال کشور. این بیماری در جوزجان جان 3 تن را گرفته و 5 کارمند صحی نیز به آن مبتلا شدند. دستم سوزش کردیم، کنار کندم، او سپار تفتم. امید اولا کرد. ایکی اولا کرد با یک دفعه در داخل یعنی بدن ما دوی دوید ما نفهمیدیم دستم. با تاو آمدو، سردردی آمدو. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. در تصادف 3 قطار در شرق هند بیش از 260 نفر کشته و دست کم 900 تن دیگر زخمی شدند. گزارش شده که وضعیت بسیاری از زخمی های این رویداد وخیم است. مقام های محلی تأکید کردند احتمال افزایش تلفات قربانیان وجود دارد و در عملیات نجات تعداد زیادی از مسافران از داخل واگن ها و یا از زیر لاشه قطارها بیرون آورده شدند. دو قطار مسافربری و یک قطار باربری در حدود 200 کیلومتری بوبانسوار در مرکز ایالت اودیشا با یکدیگر برخورد کردند. برخورد فاجعه بار قطارهای مسافربری سری و سه پس از خارج شدن یکی از آن از خط ریل در شرق هند. و این هم لحظاتی بعد تلاش مردم برای بیرون آوردن مسافران و گیرماندگان از واگن‌ها و لاشه قطارها. در میانه این تلاش ها بود که یک قطار باربری نیز به یکی از قطارهای حادثه دیده برخورد کرد. این آخرین روایت از چگونگی حادثه. زمانی که در بیرون از سرویس بهداشتی قطار استاده بودم، ناگهان تکانی خوردم و توازن خود را از دست دادم و به زمین افتادم. با روشن شدن هوا وسعت حادثه بیشتر مشخص شد. فاجعه ای که این تصاویر هوایی بیشتر و خوبتر عمق آن را بیان می کند. صدها نفر در این حادثه کشته شدند. تعداد زیادی از مسافران نیز زخمی. حال شماری از آنان وخیم گزارش شده است. زمانی که حادثه رخ داد 10 تا 15 نفر بالای من افتاده بودند. همه چیز آشفته بود. من هم از ناحیه دست و گردن آسیب دیدم. در عملیات گسترده جستجو و نجات صدها پرسنل آتش نشانی و افسران پلیس حضور دارند. مقام ها هشدار دادند ممکن است آمار قربانیان این رویداد افزایش یابد. سانحه ای که دلخراشترین و بزرگترین سانحه ریلی در قرن 21 در هند نام گرفته است. خیلی ها کشته و زخمی شدند. خداوند را سپاسگزارم که امروز مرا نجات داد. علت اصلی این حادثه روشن نیست و تحقیقات درباره آن آغاز شده است. خیلی از زخمی ها به خون نیاز دارند و شفاخانه های نزدیک به حادثه لبریز از زخمی ها شدند. بیش از 200 آمبولانس و 100 پزشک برای کمک به 80 پزشک محلی به محل حادثه فراخوانده شدند. حالا تمام تمرکز ما روی عملیات نجات و امداد و درمان آسیب دیدگان است. تحقیقات در این زمینه جدی خواهد بود. بر اساس آمار روزانه دست کم 13 میلیون نفر در هند با 14,000 قطار در خطوط ریلی به مسافت 40,000 مایل تردد می کنند. این کشور دارای یکی از بزرگترین خطوط ریلی جهان است و به همین دلیل بروز سانحه ریلی در این کشور یک امر غیر معمول نیست.
همزمان رهبران جهان و منطقه از جمله وزارت خارجه افغانستان با مقام‌های هندی ابراز غم شریکی کردند و جان باختن شهروندان هندی را تسلیت گفتند. سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در پایان دومین نشست منطقه‌ایشان در قرقیزستان بر ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. این نشست که با حضور رهبران 5 کشور آسیای مرکزی و شارل میشل رئیس شورای اروپا برگزار شده بود، شرکت کنندگان از اوضاع رو به وخامت در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان همچنین تاکید کردند که به افغانستان صلح‌آمیز، مرفع و باثبات متحدند. دومین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در قرقیزستان، نشستی که در آن رهبران 5 کشور آسیای مرکزی و رئیس شورای اروپا از وضعیت روبه وخامت بشری در افغانستان، تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست گفت افغانستان به محل تروریسم بین المللی تبدیل شده است. ما لازم می دانیم که اقدامات فوری را برای تقویت مرز با افغانستان انجام دهیم. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان نیز است. در این نشست از وخامت اوضاع بشری در افغانستان نیز ابراز نگرانی شد. رئیس جمهور ازبکستان از کشورهای اروپایی خواست که به کمک های بشر دوستانه ایشان به مردم افغانستان ادامه دهند. وضعیت بشری در افغانستان به سرعت رو به وخامت می رود و میلیون ها افغان در تقلا برای زنده ماندنند. رایزنی های منظم با نمایندگان ویژه کشورها برای در پیش گرفتن روی کرد مشترک به هدف حل و فصل مشکلات افغانستان ادامه یابد. معاون نخست وزیر ترکمنستان نیز در نشست خواستار توسعه تجارت میان آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا شد. او همچنان به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که از قابلیت های حمل و نقل در افغانستان برای تجارت استفاده کند. یکی از عرصه‌های اصلی همکاری در قالب آسیای مرکزی اتحادیه اروپا مشارکت تجاری و اقتصادی است. توسعه مسیرهای حمل و نقل به تحقق کامل قابلیت‌ها در این حوزه کمک می‌کند. از سوی دیگر شرکت کنندگان نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در پایان نشستشان بیانیه مشترک را در رابطه با ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان منتشر کردند. تشکیل یک حکومت فراگیر که منافع همه اقشار جامعه و اقوام را در نظر بگیرد شرط کلیدی برای اعاده صلح پایدار و ثبات در افغانستان است. سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا همچنان تأکید کردند که متعهد به افغانستان مرفع، باثبات و صلح‌آمیز هستند که در آن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه شهروندان این کشور به ویژه حقوق زنان و دختران و گروه‌های مختلف قومی تأمین شود. منابع صحی از شیوع بیماری تب کانگو در شمال کشور خبر می‌دهند. ریاست صحت عامه جوزجان اعلام کرده که به تازگی یک دکتر بر اثر شیوع این بیماری جان باخته و 5 کارمند صحی نیز مبتلا شده است. علاوه بر آن در کابل و فاریاب نیز چندین مورد مثبت این بیماری به ثبت رسیده. از دید دکتران این بیماری خطرناک و ساری است که برای جلوگیری از آن باید محتاط بود. زهرا موسوی گزارش می‌دهد. کانگو یا تب خونریزی دهنده، بیماری که اخیراً در ولایات مختلف به خصوص شمال کشور رو به گسترش است. پس از ثبت اولین واقعه آن در بلخ، اکنون این بیماری در جوزجان، فاریاب و کابل نیز ریشه دوانده. بیماری خطرناکی که در پی گزیدن حیوانات توسط کنه به وجود آمده و از آن به انسان منتقل می شود. از استفاده گوشت حیوانات مبتلا به این بیماری تا دست زدن و سر و کار داشتن با حیوانات چون گاو، گوسفند و بز. بزن اصلی انتقال ویروس توسط کنه است میتونه که توسط حیوانات اهلی به طور مثال گاو، گوسفند، بز، اینام حتی موش ها، فرمثال خرگوش های سرایی، بعضی حیوانات های
وحشی اینام کس در انتقال زی یا در مزن زی رول دارند. این هم افراد مبتلا به تب کانگو، بیمارانی که با تب شدید، سردرد، حالت تهوع همراه با خونریزی دست و پنجه میزنند. اکثرا نیز قصاب و مالدار هستند، میگویند در پی گزیدن کنه حیوانی به این روز دوچار شدند. هم دستیم سوزش کردیم، کنه را کندم، او سو پر دفتم. این را که پر دفتم، اینجا امیز اولکت. یکی اولکت با ها 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 یک دفعه در داخل یمی بدن ما دویده بود، ما نفهمیدیم در سره ایسی. با تاو آمدو، سردردی آمدو. از گلون ما خون میمد، تی از چیز گرفته، ایر مرزی کنگو گرفته. او سو اونجی که برد و گفت ببرد در یک شب خانه دیگه. اونجی برد شو ساعتی دوزده رسم، دزو خو چار پاکت در نظرم خون پیدا کرد، رد کرد، خون ازی خوش کرده. شماری هم این بیماری را ساری و کشنده دانستن میگویند، علارغمی که با هیچ حیوانی در تماس نبوده، اما از افراد مبتلا به تب کانگو به این بیماری مبتلا شدند. اولا من لگه لگه تا با بدیلیم گو با میدارم. اولا گلگ تا باورم، من زیده دل دا دری ابتی وش بده چرا من دا غلیم. او تا با میوه، یخنی با میوه، تا با میوه، وجود با میدول دست خواهیدم. با این حال دکتران برای جلوگیری شیوع این بیماری استفاده از گوشت های یخچالی را نسبت به گوشت تازه ترجیح می دهند. آنان می گویند هنگام سر و کار داشتن با حیوانات و گوشت آن باید از دستکش استفاده شده و در صورت امکان از نگهداری حیوانات در خانه جلوگیری گردد. خصوصا قصاب باید در حین اهدا باید از دستکش های مخصوص استفاده بکنه، از پیشمند های مخصوص باید استفاده بکنه، گوشت باید در داخل یخچال نگهداری شوه و هموطنان هم که گوشت میخره باید مورش شرواری داشته باشه. با این همه کانگو بیماری خطرناک و ساری است که در صورت بیتوجهی احتمال مرگ و میر ناشی از آن بیشتر است. از سال روز ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام رضا علیه السلام طی برنامه های مختلف در هرات گرامی داشت کردید. باشندگان هرات با برگزاری مجالس جشن و سرود و توزیع غذای گرم در میان نیازمندان عشق و ارادتشان را نسبت به امام رضا علیه السلام ابراز داشتند. علمای دین هم با تاکید بر خدمات ارزنده امام رضا علیه السلام برای جهان اسلام از آن حضرت به عنوان محور وحدت جهان اسلام یاد کردند. جشن با شکوه و محفل متفاوت اینجا در شهر هرات سال روز ولادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام با حضور شکوهمند مردم گرامی داشت شد. مراسم جشن با حضور خواهران و برادران در مسجد و زیارتگاه امامزاده مظفر به صرفت آن برگزار شد. همینطور که از قدیم گفتن هرات کفشکن امام رضایه و همه عاشقان و مشتاقان هر روز برای آقا سلام میفرستند و احساس میکنند در کنار حرم و رواقهای آقا قرار دارند. مردم هرات امسال در تجلیل از ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام کم نگذاشتند. از پهن کردن سفره غذا در حسینیه ها و مساجد تا حضور در درب خانه نیازمندان، از نظر فرهنگیان هرات این گونه مناسبت های ارزشمند بهانه شده برای دلجویی از حال مستضعفان. چهار مراسم باشکوه امشب در مناطق مختلف از جمله پل باغ زبده، حسن آباد و پایان آب و همچنین مسجد و حسینی شاهد قضا آماده شد. از جانب هم جوانان هرات در استقبال از برنامه های فرهنگی هر روز با اراده تر می شوند. علمای دین هم با برجسته سازی الگوهای وحدت آفرین در زندگی امام رضا علیه السلام در تلاش افزایش روحیه همدیگر پذیری در میان مردم. بحث وحدت و دعوت به وحدت و تقریب در اندیشه و کلام و در سیره آقا علی ابن موسی رضا بسیار پررنگ است. یک نکته همون جلسات مناظره و گفتگویی که ایشان با پیروان ادیان، پیروان مذاهب داشتن واقعا یک درس و الگوی فوق‌العاده است.
ارادت مردم هرات به معصومین علیهم السلام باعث شده مناسبت های مهم فرهنگی در این ولایت با انگیزه بالا و با سهمگیری اکثریت جامعه بیشتر از گذشته بزرگداشت شود. عبدالله اخلاقی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. سمینار گفتگوهای بین المللی در 34 سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در تهران برگزار شد. اندیشمندان جهان اسلام در این سمینار پیرامون گفتمان توحیدی و اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه به بحث و گفتگو پرداختند. ارشاد احراری از تهران گزارش می دهد. همزمان با فرارسیدن 34 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، سمینار گفتگوهای بین المللی با عنوان گفتمان توحیدی اخلاقی امام خمینی در دنیای معاصر، دستاوردها و آینده فرارو در تهران برگزار گردید. این نشست با اشتراک تن چند از علمای برجسته جهان اسلام، دانشمندان، اساتید دانشگاه‌های مختلف بین المللی و علاقمندان به سیره و شخصیت حضرت امام خمینی که به جهت شرکت در مراسم سالگرد ایشان در تهران حضور پیدا کرده اند برگزار گردید. چه در بعد سیاست، چه در بعد اخلاق، چه در بعد اجتماع و حتی اقتصاد و فرهنگ یک شخصیت جامعه اطراف بود و همین باعث شد که حرکتش و انقلابش جهانی شود. احساس میکنم اون قدرتشون، قدرت سیاسی و تفکرات الهیشون. سخنرانان این سمینار ضمن اشاره بر توحید و اخلاق محوری در آثار و تألیفات حضرت امام خمینی، مطالعه این آثار را موجب جذب حداکثری علاقمندان به ایشان دانستند و تاکید کردند در تصورات امام خمینی به غیر از خدا کسی راه نداشت و ای برای خدا کار کرد و هدف از جلب رضای خداوند بود. دعوت شدگان به سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، این شخصیت عرفانی و حکیم از شرق و غرب، برای احترام به این مقام والا حضور میلیونی به هم می‌رسانند، چون با خواندن آثار امام و درک این شخصیت این امر تحقق پیدا می‌کند. اشتراک کنندگان این سمینار با شرکت در پنل‌های تخصصی و گفتمانی به بررسی دستاوردهای آموزه‌های حضرت امام خمینی و تأثیر آن بر آینده فرارو پرداختند. ارشاد احراری، تلویزیون تمدن، تهران. پروژه زیباسازی چهارراهی 500 فامیلی واقع ناحیه 15 شهر کابل به بهره برداری رسید. هزینه این پروژه 5 میلیون افغانی گفته شده است. معین خدمات شهری شهرداری کابل گفت پروژه های زیباسازی و سرسبزی در 22 ناحیه شهر کابل جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از داوود ناظری. آلودگی هوا و کمبود فضای سبز از چالش های بزرگ شهر چند میلیونی کابل. شهرداری نیز برای زیباسازی و سرسبزی پایتخت دست به کار شده است. در 2 سال گذشته حدود 900 هزار نهال در شهر کابل غرس کرده و قرار است در سال آینده 1 میلیون بوته گل مرسل برای زیباسازی این شهر کاشته شود. زیباسازی چهارراهی ها از دیگر برنامه های شهرداری است. اینجا نیز چهارراهی 500 فامیلی به ارزش 5.3 میلیون افغانی به مدت 3 ماه زیباسازی شده است. به اندازه 53 لک افغانی دیجا مصرف کردند و در وقت مؤثر 3 ماه ایچارهی الحمدلله جور شده و به برابرداری سپرده شده است. امینک افتتاح برابرداری چارهی را داریم که در زیبایی این منطقه انشالله اثر بسزایی خواهد داشت. بسیار یک ساحه بود که مورد غصب قرار گرفته بود و ساحه بود که یکی از ساحه کثافت‌دانی در اینجا بود که انواع گند کثافات در اینجا بود. بنا به هدایت شهروالس محترم شهروالی کابل ما این ساحه را تصفیه کردیم. عملا میبینه که در اطراف چوک است، در اینجا کس ما پارک ایجاد کردیم. زیباسازی و سرسبزی این شهری خسته از آلودگی های گوناگون آرزوی هر شهروند است. باشندگان پایتخت میگویند این زیبایی ها زمانی ارزشمندتر می شود که برای مردم زمینه کار نیز فراهم شود. خواست ما ای است از شهروالی بخصوص تنظیم مارکت ها همین ساحات سبزی را که ما شما می بینیم همی ها حفظ شود، یک کار
نمایشی قسمی که تا فعلا نیز باید از یام نباشه، فقط نظمی که دیجا باید مراعات شوه از طریق تنظیم مارکت ها و بعضی دوایر دولتی دیگه، اما باید جدی گرفته شوه. تنظیم اسگاه ها، نامگذاری جاده ها و کوچه های پایتخت، یک دست سازی لوحه ها، فعال سازی چراغ های ترافیکی و ایجاد پارکینگ ها از دیگر برنامه های شهرداری در جهت زیباسازی و تنظیم شهر کابل است. اینجا چهارراهی 500 فامیلی در منطقه خیرخانه شهر کابل است که امروز توسط مسئولان شهرداری کابل افتتاح شد. اما نگرانی ها در قسمت حفظ و مراقبت چهارراهی ها و جاهایی که ساخته می شود همچنان باقی است. خواست ها از مردم و باشندگان محل این است که در قسمت حفظ و مراقبت چنین مکان ها کوشا باشند. داود ناظری، تلویزیون تمدن، کابل. شماری از باغداران و کشاورزان در ولایت غزنی میگویند که به دلیل نبود سردخانه مجبورن در فصل برداشت محصولات فراورده های زراعتیشان را به قیمت ناچیز به فروش برسانند. آنان از وزارت زراعت میخواهند که برای ایجاد سردخانه های معیاری در این ولایت اقدام کرده و از کشاورزان حمایت کند. در این حال مسئولین ریاست زراعت غزنی به کشاورزان وعده میدهند که در تمامی عرصه های کشاورزی با آنان همکاری خواهند داشت. غزنی، ولایتی که پیشه اکثریت باشندگان آن را زراعت و مالداری تشکیل داده و مردم از این طریق چرخه زندگی را میچرخانند. از دولت اول بلاول که نمیاد تخم بیدیم را اصلاح شده. مثلا برادر کود که بیخی ضروریت داره. اما دسترسی به امکانات زراعتی از قبیل نبود تخم‌های اصلاح شده، کد کیمیاوی و نبود سردخانه‌های معیاری کشاورزان را به سطوح آورده. می‌گویند در فصل برداشت ناچارند محصولات زراعتیشان را به نازل‌ترین قیمت به فروش برسانند. در اینجا وقتی که سیب می‌رسد، در اینجا سیبش قیمتش از 100 افغانی شروع الهی کنیم 100 بال نیست. پس که دو سه ماه سرشتر میشه از پاکستان، پس ما اینجا سر سه نیم ساده الا 400 افغانی در اینجا پس خرید فروش میشه. امی هر چیز اینجا امی باشه ارزان سبدا میشه. نه یک سردخانه داریم، نه برادر جان عزیز یک کملی سه پار سال بود بود سل زد چیزی که برادر جان عزیز ارزان رفت از پیش ما. آگاهان اقتصادی نیز با تأکید بر ساخت سردخانه های معیاری برای کشاورزان می گویند با ایجاد سردخانه ها علاوه بر نگهداری محصولات زراعتی عواید ملی نیز افزایش خواهد یافت. کمک اول اینه که از فروش محصولات زراعتی با قیمت نازل که به ضرر دهقان تموم میشه از یه جلو که نمی کنه. به خاطر شما زمانی که یک بار فصل میوه یا فصل محصولات زراعتی میرسه میزان محصولات زراعتی سرازیر شده در بازار به شدت بالا میره و با توجه به نبود امکانات و سردخانه هایی که در باید باشه برای نگهداری از اینا باعث میشه که اینا ترس از بین رفتن محصول باعث میشه که اینا با قیمت نازل و با تاوان بفروشه. ریاست زراعت غزنی نیز مشکلات کشاورزان را تایید نموده و وعده می دهند که از هیچ گونه همکاری در حمایت از کشاورزان دریغ نخواهند کرد. خود دکانان تا دستامی امارت دخواست خصوص از مرد غزنی ولایت زراعت دادن پر نمایندگی مشپره دارور کو. چه مشک پلوست پا هر نو دانواو که دادیس نصب مو. این در حالی است که پیش از این کشاورزان بارها خواستار ایجاد سردخانه های معیاری شده بودند، اما به این خواست آنان توجه نشده است. سنگ تهداب یک مرکز صحی در ولسوالی کلدار ولایت بلخ به زمین گذاشته شد. مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت میگویند ساخت این مرکز 1 میلیون افغانی هزینه میبرد که توسط مردم محل پرداخت میشود. قرار است کار ساخت این مرکز صحی تا 6 ماه دیگر در منطقه کهنه کلدار ولسوالی کلدار بلخ تکمیل شود. گذاشتن سنگ بنای یک مرکز صحی اینجا در ولسوالی کلدار ولایت بلخ. مرکز صحی که قرار است زمین و هزینه ساخت آن توسط مردم محل پرداخت شود. زمینی که زمین به دست رس ما قرار دادن و اینا حاضر شدند که این تعمیر این مرکز صحی را خودشان به کمک یا به بودجه خود
و سر برسانه و تسلیم صحتنامه بکنه. در این مرکز صحی ما در حدود انشاءالله 6000 نفوس است که یعنی از این مرکز صحی ما 6000 نفر از عرضه خدمات صحی مستفید میشه. رحیم الله که زمینش را برای ساخت این مرکز وقف کرده میگوید به دلیل مشکلات در بخش صحی دست به این کار زده است. ما نداشتیم دیگه نداشتیم این مخاطی دادیم امیده کلنکی صحی 4000-5000 نفر زندگی میکنن. هرچند در مرکز ولسوالی کلدار دو باب مرکز صحی وجود دارد، اما باشندگان محل میگویند که این مراکز از آنان دور واقع شده است. او کلینیک بسیار دور است، مردم به مشکلات فراوانی مواجه هستند. از ما خاطر تقاضای ما و تقاضای اهالی نمی قریه اینمی است که باید در اینجا یک زودترین پرسد یک کلینیک صحی جور شود. ولسوالی کلدار ولایت بلخ در مرز با کشور ازبکستان قرار دارد و بر اساس تخمین مقام های محلی این ولسوالی نفوس آن به 45000 نفر می رسد. روزنامه فانی شش تایمز گزارش داده که رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران چندین بار با امیر سید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل دیدار کرده است. طبق این گزارش مقام های آمریکایی و اتحاد اروپا مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای این کشور را آغاز کردند. یک فرد نزدیک به دولت جو بایدن هم گفته این گفتگوها عمدتاً بر امکان تبادل زندانیان با ایران تمرکز بوده است. احتمالاً این گفتگوها اولین تماس مستقیم میان دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی از زمانی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای خارج شد. وزیر دفاع چین اعلام کرد بیجینگ در راستای الحاق جزیره تایوان به هیچ وجه از گزینه استفاده از زور صرف نظر نخواهد کرد. لی شانگفو از اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای خارجی با هدف حمایت از استقلال تایوان هم شدیداً انتقاد نمود. او همچنین هشدار داد هیچ گونه تلاشی از جانب مقام‌های محلی تایوان برای جلب حمایت خارجی جهت استقلال این جزیره خودمختار را تحمل نمی‌کنند. در سال‌های اخیر حمایت آمریکا به شدت از این جزیره افزایش یافته است، موضوعی که بر روابط دو کشور اثرات منفی گسترده داشته است. پیش‌بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 26-12، بامیان آفتابی 19-7، جلال آباد آفتابی 36-22، غزنی آفتابی 24-10، قندهار آفتابی 38-21، قندوز آفتابی 38-20، لشکرگاه آفتابی 40-23، مزار شریف آفتابی 38-23، نیلی آفتابی 26-11، هراد آفتابی 36-19. اسلام آباد آفتابی 35-22، تهران آفتابی 35-24، دبی آفتابی 36-29، دهلی نیما آفتابی 37-27 و مکه آفتابی 43-31. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تصادف مرگبار دو قطار مسافربری در شرق هند. منابع میگویند تا کنون 261 نفر کشته و دست کم 900 تن دیگر زخمی شدند. حالا تمام تمرکز ما روی عملیات نجات و امداد و درمان آسیب دیدگان است. تحقیقات در این زمینه جدی خواهد بود. تأکید نشست قرغیزستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. شرکت کنندگان ضمن تأکید بر ایجاد حکومت فراگیر خواهان مبارزه جدی با تروریسم شدند.
ما لازم می دانیم که اقدامات فوری را برای تقویت مرز با افغانستان انجام دهیم. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان نیز است. و نگرانی ها اشیای بیماری کانگو در کابل و چند ولایت شمال کشور. این بیماری در جوزجان جان 3 تن را گرفته و 5 کارمند صحی نیز به آن مبتلا شده اند. دستم سوزش کردیم، کنار کندم، او سپار تفتم. امید اولا کرد. ایک اولا کرد یک دفعه در داخل یعنی بدن ما دوی دوید ما نفهمیدم دستریز. با تو آمدو، سردردی آمدو. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما کردید و همچنان شما می توانید این بسته خبری را روی صفحه یوتیوب تمدن هم بیننده باشید. وقتتان بخیر.